فراخان خانم نریمان الروزان معاون پیشین رئیس پارلمان اردن به آزادی فوری 7 گروگان اشرفی و اجرای تحقیقات مستقل بین المللی درباره قتل عام در اشرف. ما به حمایت خود از مجاهدان لیبرتی و به همبستگی خود با رئیس جمهور منتخب مقاومت مریم رجوی تا تحقق آزادی و دموکراسی در ایران ادامه خواهیم داد. به نیابت از انسانهای شریف اردن که با امضاها و بیانیه‌هایشان از مجاهدین خلق حمایت کردند، بار دیگر حمله جنایتکارانه نیروهای مالکی به اشرف را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری 7 گروگان اشرفی از جمله 6 تن از خواهران قهرمانمان هستم. ما همچنین به انجام یک تحقیق بین المللی مستقل پیرامون این جنایت و احاله مجرمان به دادگاه بین المللی فراخوان می دهیم. رژیم ولایت فقیه در تهران با کمک حکومت دست نشاندهش در عراق تلاش می کند خود را از خطر سرنگونی به دست مردم قیود ایران از طریق قتل عام مجاهدین خلق ایران در اشرف لیبرتی و نیز قتل عام مردم عراق که علیه مالکی به پا خواسته اند نجات دهد. به ویژه که این رژیم از اقبال توده‌ای گسترده مجاهدین خلق و مقاومت ایران و رئیس جمهور منتخب آن مریم رجوی که به حق حائز عنوان بانوی شرق است در نگرانی هولناکی به سر می‌برد. قتل عام اول سپتامبر در حالی صورت گرفت که مزدوران رژیم 52 تن از مجاهدین اشرف را با دست بسته اعدام جمعی کردند و 7 تن از آنها را ربودند. ما به رژیم دیکتاتوری ایران و دشخیمان و مزدورانش در عراق اجازه نخواهیم داد از شرایط کنونی در منطقه برای پیشبرد اهداف جنایتکارانه شومشان سوء استفاده کنند و همبستگی گسترده خلقهای عرب و دوست را با مردم و مقاومت ایران خدشه‌دار کنند. بنابراین ما خواستار تضمین امنیت کمپ لیبرتی هستیم. این کمپ به زندانی برای 3000 تن از اعضای مجاهدین خلق تبدیل شده و تا کنون 3 بار مورد حمله موشکی قرار گرفته است. لذا ما خواستار استقرار دائمی 24 ساعته و 7 روز هفته نیروهای کلاهابی و ناظران ملل متحد در لیبرتی هستیم. ما به حمایت خود از خواهران و برادران مجاهد خلق مستقر در لیبرتی و به همبستگی خود با مردم ایران و رئیس جمهور منتخب مقاومت مریم رجوی تا تحقق ساختن آزادی و دموکراسی و حاکمیت مردم در ایران ادامه خواهیم داد.